دولت‌ها حتی با آمریکا بی‌اعتمادن، به خاطر همین رفتار و رویکردی که در سیاست آمریکایی‌ها هست. هر کسی اعتماد کرد به آمریکا ضربه‌شو خورد. لذا امروز در میان ملت‌ها شاید بشود گفت منفورترین قدرت‌های دنیا آمریکاست. درباره مسائل جاری ما با آمریکا که این روزا محل بحث است، چند نکته رو من عرض بکنم. سوال است در ذهنها. اولا یک تذکر مهم و لازمی رو بدم. هیچ کس نباید این مجموعه مذاکره کنندگان ما را با مجموعه شامل آمریکا که به اصطلاح همون شش دولت پنج به علاوه یک، هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینا بچه‌های خودمون هستن، بچه‌های انقلابن، یه مأموریتی رو دارن انجام میدن. کار سختی هم هست، بر عهده اینهاست. دارن با تلاش فراوان اون کاری رو که بر عهده اونهاست دارن انجام میدن. بنابراین هیچ کس نباید مأموری را که مشغول یک کاری است و مسئول یک فرایندی است، اینو نبایستی مورد تضعیف قرار داد یا توهین قرار داد. یاد بعضی از تعبیراتی که گاهی شنیده میشه که اینا سازشکارن چنینن، نه، این حرفا نیست. این کاری که امروز دارد انجام میگیرد که مذاکره در باب مسائل هسته‌ای است، اینا توجه داشته باشید. مذاکره‌ای که امروز انجام میگیرد با شش کشور که آمریکا هم جزو این شش کشور است، این مذاکره فقط در مورد مسائل هسته‌ای است ولا غیر. بنده هم اول امسال در مشهد مقدس در سخنرانی گفتم در موضوعات خاص مذاکره اشکالی ندارد، منتها گفتم من اعتمادی ندارم، خوشبین نیستم به مذاکره، لکن میخوان مذاکره کنن برن بکنن. این اون مذاکره است. ضرری هم ما نمی کنیم به اذن الله. یک تجربه ای در اختیار ملت ایران است که حالا من مختصراً عرض خواهم کرد. این تجربه ظرفیت فکری ملت ما رو بالا خواهد برد، مثل تجربه‌ای که در سال 82 و 83 در زمینه تعلیق غنی‌سازی انجام گرفت، که اون وقت تعلیق غنی‌سازی را در مذاکرات با همین اروپایی ها جمهوری اسلامی پذیرفت برای یک مدتی. خب ما دو سال عقب افتادیم، لکن به نفع ما تمام شد. چرا؟ چون فهمیدیم که با تعلیق غنی‌سازی امید همکاری از طرف شرکای غربی مطلقا امید همکاری وجود نداره. اینو فهمیدیم. اگر ما اون تعلیق اختیاری رو که البته به نحوی تحمیل شده بود، لکن ما قبول کردیم، مسئولین ما قبول کردن، اگر اون تعلیق رو ما اون روز قبول نکرده بودیم، ممکن بود کسانی بگن خب آقا یه ذره شما عقب نشینی میکردید، مشکلات همه حل میشد، پرونده هسته ایران عادی میشد. اون تعلیق غنی‌سازی این فایده رو برای ما داشت که معلوم شد با عقب نشینی، با تعلیق غنی‌سازی، با عقب افتادن کار، با تعطیل کردن
بسیاری از کارها مشکل حل نمی شود، طرف مقابل دنبال مطلب دیگری است. اینو ما فهمیدیم، لذا بعد شروع کردیم غنی سازی رو آغاز کردن. امروز وضعیت جمهوری اسلامی با سال 82 زمین تا آسمان فرق کرده. اون روز ما چانه می زدیم سر 2 تا 3 تا سانتریفیوژ، امروز چندین هزار سانتریفیوژ مشغول کارن. جوانهای ما، دانشمندان ما، محققین ما، مسئولین ما همت کردن، کارها رو پیش بردن. بنابراین از این مذاکراتی هم که امروز در جریان است ما ضرری نخواهیم کرد. البته بنده همچنانی که گفتم خوشبین نیستم. من فکر نمی کنم این مذاکرات اون نتیجه ای رو که ملت ایران اون نتیجه رو انتظار داره، معلوم نیست این نتایج به دست بیاد. لکن حالا تجربه ایست، این پشتوانه تجربی ملت ایران رو افزایش خواهد داد و تقویت خواهد کرد، ایرادی ندارد. اما لازم ملت بیدار باشد. ما از مسئولین خودمان که دارن در جبهه دیپلماسی فعالیت میکنن، کار میکنن، حمایت میکنیم قرص و محکم. اما ملت باید بیدار باشد، بداند چه اتفاقی دارد میفتد. بعضی از مواجب بگیرهای دشمن، تبلیغاتچی های مواجب بگیر و بعضی از تبلیغاتچی های بیمزد و مواجب از روی ساده لوحی، نتوانند افکار عمومی رو گمراه کنند. یکی از ترفندها و خلافگویی ها اینه که اینجور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیه هسته‌ای تسلیم طرف مقابل شدیم، همه مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد. این رو دارن تبلیغ میکنن. البته تبلیغاتچی های خارجی خط رو اونها میدن با شیوه های کاملا ماهرانه تبلیغاتی، این کار رو اونها دارن میکنن. در داخلم بعضی ها عرض کردیم، بعضی از روی ساده لوحی بدونی که نیت سویی داشته باشن، بعضی هم واقعا از روی غرض همین رو دارن تبلیغ میکنن که اگر ما در این قضیه کوتاه آمدیم، تسلیم شدیم در مقابل طرف مقابل، همه مشکلات اقتصادی و اینها حل خواهد شد. این خطاست. همه حرف ما با مسئولین، چه مسئولین گذشته چه مسئولین امروز، همینه که باید برای گشایش مسائل کشور و مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی باز نگاه به درون باشه. ما در کشور ظرفیت‌های زیادی داریم، ظرفیت‌های این ملت که عبارت است از هم امکانات انسانی، هم امکانات طبیعی، هم امکانات جغرافیایی و موقعیت منطقه‌ای. از این ظرفیت ها باید استفاده کرد. البته ما از تحرک دیپلماسی هم حمایت میکنیم، نه اینکه چشممون رو ببندیم. وقتی میگیم از درون بایستی کارها اصلاح بشود، معناش این نیست که تحرک دیپلماسی نداشته باشیم، کار با دنیا نکنیم. چرا؟ تحرک دیپلماسی، حضور دیپلماسی کار بسیار لازمی است. مسئولینی که این کارها رو میکنن بخشی از کارهان، لکن تکیه باعث بر روی مسائل داخلی باشه. در عرصه دیپلماسی هم اون کشوری موفق است که متکی باشد به نیروی درونزا. اون دولتی میتوانه در پشت میز مذاکره دیپلماسی حرف خودش رو سبز بکنه و به مقصود و نتایج مورد نظر خودش دست پیدا بکنه که متکی باشد به یک اقتدار درونی، توانایی‌های درونی. حساب می‌برن از یک چنین دولتی. این توصیه
قبلی خودمون رو بازم تکرار میکنیم، به دشمنی که لبخند میزند اعتماد نکنید. این ما به مسئولینمون، به بچه های خودمون، فرزندان خودمون، اینهایی که مشغول کار هستن تو مسئله دیپلماسی، بچه های من، جوان های خودمان، توصیه ما به اینها اینه: مراقب باشید، لبخند فریبگرانه شما رو دچار اشتباه نکند، دچار خطا نکند. ببینید ریزکاری های کار دشمن را. آمریکایی‌ها امروز بیشترین رودرواسی رو از رژیم منحط صهیونیستی دارن، بیشترین ملاحظه رو از محافل صهیونیست دارن، ملاحظه اونا رو میکنن. ما داریم میبینیم وضعیت رو. پنجه قدرتمندان مالی و کمپانی‌های صهیونیستی بر دولت آمریکا و کنگره آمریکا و مسئولین آمریکایی اونچنان مسلطه که اینا مجبورن ملاحظه اونها رو بکنن. ما که مجبور نیستیم ملاحظه اونها رو بکنیم. ما از روز اول گفتیم، امروز هم میگیم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی رو یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم. لذا مسئولین ما توجه داشته باشن، حرفا رو ببینن، از اون طرف لبخند میزنن، اظهار علاقه میکنن، اظهار میل به مذاکره میکنن، از این طرف بلافاصله میان میگن همه گزینه ها روی میزه. خب این گزینه ها که مثلا چی؟ چه حرکتی، چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ اگر جدی هستن در کار بایستی خودشون رو کنترل کنن. باید اون کسانی را که زبان به حرفهای یاوهی از این قبیل میگشایند، اونا را باید جلوشون رو بگیرن. یه سیاستمدار پولدار آمریکایی یه غلطی میکنه که بله ما بایستی در فلان صحرای ایران بمب اتم بزنیم و تهدید کنیم و فلان، باید بزنن دهن چنین آدمی رو خورد کنن. دولت دولتی که خودش رو به توهم این که نسبت به مسائل جهان مسئولیت داره مسئول میدانه که با
مسئله هسته‌ای فلان کشور و فلان کشور برخورد کنه، دیگه غلط میکنه که تهدید هسته‌ای بکنه یک کشوری رو در یک چنین وضعی، در یک چنین دور و زمانه ای. این یاوه‌ها رو باید جلو این یاوه‌ها رو بگیرن. رهبر انقلاب اسلامی در پایان گفتند امیدواریم با لطف و عنایت الهی جوانان با روحیه شاداب خود کشور را تحویل بگیرند و با ابتکارهای خود آن را به قله‌ها برسانند.